بنابراین میبینیم هر انسانی به نظر من توی زندگی یک رسالتی داره که بایستی اون رو ابتدا این ندا رو گوش بده، احساسش بکنه و بعد به سرانجام برساند. یکی از عرفا میگوید بزرگترین یه سرخره، یعنی عاملی که باعث میشه که آدم از انجام کار خود خودداری بکنه، اینه که ما فراموش بکنیم شاهزاده هستیم، کسی هستیم که خداوند با محبت الهی خودش ما رو این دنیا آورده. به هر یک از ما تکلیف و مسئولیتی داده که نه تنها برای خود باشیم بلکه برای دیگران. در وجود انبیای ما فقط این احساس رسالت نبود، بلکه گوش شنوا هم داشتن. آنها درد و مشقت سایر انسانها را درک میکردن، آنها حاضر بودند برای برطرف کردن این دردها جواب مثبت بدهند. آنها بی عدالتی را قبول نداشتند، آنها به خود ایمان و اعتقاد نداشتند، بلکه به آرمانی که آن را باور داشتند. به این آرمان آنها ایمان داشتند. آنها میدونستن اگه کسی در حال غرق شدنه نمیرن بگردن بهترین شناگر رو پیدا بکنن، بلکه خود رو با آب آتش میزدن تا انسانهای درمانده رو نجات بدن. آنها در برابر ندایی که میشنیدن احساس مسئولیت میکردن، پاسخ میدادن. به همه ما در زندگی نداهایی اما با اونها توجهی نداریم. تنها کاری که بایستی انجام بدهیم اینه که به این نداها گوش فرا داریم، به ندای فقرا، به ندای بیماران، به ندای انسانهای بیکس، به ندای انسانهای بی خانمان، به ندای کسانی که جامعه از کمک به آنها غفلت ورزیده و اونها را به حساب نیاورده، به ندای انسانهایی که گوش کسی به زجه آنها بدهکار نیست. بنابراین رسالت هر انسان این است که کاری رو که میتونه بایست انجام بده. این نداها هستند که وظیفه به وجود میارن، وظیفه مذهبی، اخلاقی، وجدانیه که یکی از ما بایستی سر کار داشته باشیم. جالب اینجاست که هر روز یهودی مؤمن چی بکنه؟ میگه شما اسرائیل گوش میده اول، اسرائیل بشنو. اونایی که گوش حساس دارن ندای مسئولیت ها رو میشنو، اونایی که ندارن خود رو فقط میبینن. مهندس جانگیر بنایان وقتی که زندگیش رو مرور بکنید، از ابتدای زندگی، از اون وقتی که بنا به قول خودش در بیست متری سر چهار به دنیا میاد، با اون موقعیتی که یهودیان آن روز در محله تهران داشتن، هرگز اون رو فراموش نمی کنه و با اون همیشه افتخار میکنه که از کجا آمده و کی بوده. این ندا رو شنید در هر موضع و موقعیتی میبینه، کاری رو که میتونه بکنه برای جامعه. هرگز به کسی دیگری محبت نمی کنه، هرگز شانه خالی نمی کنه. اگر عملی رو به اون واگذار کردن از الف تا تاب به قول مفع ای تا زی همش رو انجام میده و به کسی دیگری محبت نمی کنه. هر کجا که مدرسه هست اسم مهندس جهانگیر بنایان هم در ایران هست، ارده مدارس کوهش اتحاد بهشتی هست، هر کجا که هست او دخالت داره، قلبش میتبه به خاطر اینکه رسالت انسانی و یهودی خودش رو درک کرده. این بزرگترین میراثی است که از خود به جای گذاشته و محققا اگر در کنار او یک بانوی ارزنده خوب فداکار وجود نداشت،
مرد اسپانیایان قادر نبود به این کارها توفیق یابد. احترام خانم، بایستی از اون نهایت تشکر رو بکنیم. به معنای کامل یک عشق خاین، همسر نمونه، همسر صالحه در تمام مدت زندگی در کنار مهندس بنویان پا به پای او حرکت کرد، مخصوصا در این غربت سخت. سالهای طلایی زندگی او در کنار او مردانه ایستاد. در این 11 ماه آخر من خوب به خاطر دارم، زنده باش عزیز، فرزند برومند مهندس، روزی با عشق 11 ماه چند روز پیش اومد پیش من گفت بابا همین روزاست که بره. رو گفتم ببین عمر دست من نیست، دست هیچ کس نیست، دست دکتر هم نیست، خداوند هر وقت اراده کنه اون رو خواهد برد. یک جزوی به من داد که خود مهندس اون رو نمیشنه. یک هفته، دو هفته، یک ماه همیشه این جزوه جلو من بود. گفتم چی شد؟ هست؟ نیست؟ بعدن کاشف به عمل آمد که مهندس زنده است و 11 ماه طول کشید از اون موقع که عزیز من دید. و در این طول این 11 ماه این بانوی فداکار با اینکه خود 2 مرتبه به بیمارستان افتاد، با لباس بیمارستان بلند می شد، لباسهای عادی شده می شد، می رفت سری به مهندس می زد، گفت من نمی دونم اون چی می خواهد، من احساس می کنم که چی احتیاج داره، من بایستی به پرستارها بگویم. و خود 2 مرتبه به تخت بیماری باز میگشت. نمونه یه شد خیلی امیدوارم خداوند به این مادر خوب سلامتی عطا بفرماید، سایش تا 120 سال فرزندانش باشد و به فرزندان برومندش عزیز و همسرش بدی از خانواده ناوی نیلی خانم و همسرشون مسعود شهرزاده و آقای شهریار فرزند دیگر این زندگیان و همسرش شیری خانم از خانواده مساجی و خانواده‌های بنایان عقیق ناوی شهرزاده مساجی تسلیت بگیریم. امیدواریم که خداوند این عزیزان رو سلامت بدارد و مهندس جهانگیر بنایان همیشه زنده است، روانش جاویده، خاطرش در دل تاریخ عصر معاصر یهودیان ایران همیشه به خوبی به نیکی ذکر خواهد شد. و امیدواریم که این ندایی که او شنید، اون پیام زندگیش رو، ما هم در این روزگار با نفسا که همه کس به فکر خویشه، ما هم کسانی باشن بین ما که این ندا رو بشنون، ندای مسئولیت، ندای از خودگذشتگی، فداکاری برای جامعه و پای در جای پای مردانه او بگذارند. آمین.